گزارش رسانه‌های بین‌المللی از تظاهرات واشنگتن برای آزادی گروگان‌های اشرف و حفاظت لیبرتی. تلویزیون فاکس نیوز: ایرانی‌ها از سراسر آمریکا در مقابل کاخ سفید گرد آمدند تا به دیدار نوری مالکی از واشنگتن اعتراض کنند. در حالی که رئیس جمهور اوباما با مالکی در داخل کاخ سفید دیدار می کند، صدای تظاهر کنندگان به گوش می رسد که شعار می دهند مرگ بر مالکی، مالکی یک قاتل است. ایرانیان مخالف رئیس جمهور اوباما را فرا می خوانند تا مالکی را وادار کند 7 مخالف ایرانی که وی در حمله اول سپتامبر به اشرف به گروگان گرفت آزاد کند. Iranians from across the country gather at the White House today in protest of the Iraqi Prime Minister's visit to Washington. While President Obama is inside meeting with Prime Minister Nouri al-Maliki, demonstrators can be heard outside chanting, "Down with Maliki, Maliki is a murderer." The Iranian activists are calling on the president to have Maliki release these 7 Iranian dissidents he took hostage during the September 1st attack on Camp Ashraf in Iraq. Iraq's Prime Minister is in television ABC Australia. در مقابل کاخ سفید تظاهر کنندگان روشن ساختند که به نظر آنها نوری مالکی اصلا نباید در واشنگتن باشد و وی را به خاطر دستور کشتن ایرانیان غیر مسلح در یک کمپ پناهندگی در عراق در اوایل سپتامبر محکوم می‌کنند. وزیر پیشین امنیت داخلی آمریکا تام ریچ که در میان آنها بود خطاب به مالکی گفت: تو لیاقت دیدار از کاخ سفید را نداری، اما به هر حال چون اینجا هستی ما پیامی برایت داریم. دیگر از کمک و تسلیحات بیشتر خبری نیست تا گروگان‌ها آزاد شوند. ریمون تنتر از دانشگاه میشیگان میگوید مالکی دنبال جذب کردن هم رژیم ایران و هم آمریکاست. او دنبال گرفتن چند هلیکوپتر آپاچی است و دنبال گرفتن هواپیمای F-16 از آمریکاست. اما به جایش او به رژیم ایران اجازه می‌دهد که به سوریه سلاح ارسال کند. تلویزیون فاکس نیوز در گزارش دیگری گفت معترضان ایرانی در مقابل کاخ سفید گرد آمدند تا اعتراض خود را نسبت به سفر مالکی اعلام کنند. در حالی که ملاقات اوباما و مالکی جریان داشت، تظاهرکنندگان فریاد می‌زدند مرگ بر مالکی، مالکی یک قاتل است. این ایرانیان از رئیس جمهور اوباما خواستند از مالکی بخواهد 7 نفری را که از ماه سپتامبر به گروگان گرفته شده اند آزاد کند. Iranian protesters gathered outside the White House in opposition to the Prime Minister's visit. As the meeting was underway today, demonstrators chanted, "Down with Maliki. Maliki is a murderer." The Iranian activists want President Obama to ask the Prime Minister to release 7 people who've been held hostage there since September. گزارش‌های رسانه‌های عربی از شکست سفر مالکی به آمریکا. تلویزیون الجزیره گزارش داد مالکی تلاش می‌کند از دیدارش از آمریکا تصویری به مخالفانش در داخل عراق ارائه دهد که بیانگر حمایت کاخ سپید از مالکی است، اما واقعیت امر چنین چیزی نیست و تصویر این سفر جز با نیمه سیاسی دیگر یعنی کنگره تکمیل نمی‌شود، جایی که برخی از اعضای آن مالکی را رهبر فرقه‌گرا و مستبد می‌بینند. رهبران مجلس سنا در نامه‌ای به رئیس جمهور اوباما دولت مالکی را به شدت مورد انتقاد قرار دادند، انتقاداتی که نزدیک به توبیخ بود و او را متهم به وابستگی به رژیم ایران کردند که سیاست فرقه‌گرایانه در پیش گرفته است و باعث افزایش خشونت در عراق شده است. همچنین برآورده کردن خواسته ها را با شروطی از جمله مشارکت فعال اهل سنت و اکراد در حاکمیت و عدم اجازه به رژیم ایران در استفاده از حریم هوایی عراق برای کمک رسانی به نظام اسد مرتبط کردند. تلویزیون التغییر درباره نتایج سفر مالکی به آمریکا گزارش داد مالکی دیدارش از آمریکا را که سه‌شنبه گذشته شروع کرده بود کوتاه کرد و به بغداد بازگشت. این دیدار دستاوردی نداشته است و یا حداقل آن موفقیتی که مالکی برای آن طراحی کرده بود به دست نیامده است. یک منبع دیپلماتیک عراقی گفت
فشارهایی که اعضای کنگره آمریکا و تعداد زیادی از روزنامه‌های آمریکایی به مالکی آوردند، گذشته از تظاهراتی که در مخالفت با دیدارش برگزار شد، او را مجبور کرد که مدت زمان دیدارش را کوتاه کند. به گزارش تلویزیون تغییر، طرح و برنامه آمریکایی‌ها کاملاً با طرح و برنامه مالکی اختلاف داشت. کنگره استقبال از او را رد کرد و دولت نیز به خواسته های عراق مبنی بر دادن سلاح گردن نگذاشت و تأکید کرد در عراق بی‌ثباتی است و این بی‌ثباتی ناشی از سیاست‌های مالکی در این کشور است، زیرا که او ترکیب‌های جامعه را به حاشیه رانده است و با پناهندگان ایرانی در عراق رفتار غیر انسانی داشته و با همپیمانی با رژیم ایران و رژیم سوریه امنیت استراتژیکی کشور را به خطر می‌اندازد. تلویزیون تغییر افزود اجازه دادن به عراقیان و ایرانیان که در نزدیکی کاخ سفید تظاهرات اعتراضی کرده و مالکی را محکوم کنند و از دولت آمریکا بخواهند که از او استقبال نکند، به خودی خود پیام غیر مثبتی است که مالکی دریافت کرده است و او را مجبور کرد دیدارش را متوقف کند و بدون اینکه دستاورد قابل ذکری داشته باشد به سرعت به بغداد برگردد. مالکی در حال حاضر زیر ذره بین خواهد بود تا اینکه مشخص شود طی پروسه باقی مانده از حکومتش آیا به شروط آمریکا عمل می کند و آیا به واشنگتن نزدیکتر می شود و یا از آن فاصله می گیرد. مقتدا صدر رئیس جریان صدر با حمله به مالکی گفت: تو دنبال دور سوم نخست وزیری بودی تا سفرت به واشنگتن را توجیه کنی، ولی این سفر میلیون ها دلار هزینه برداشته است. به شکست و ضعف خود اعتراف کن. به گزارش تلویزیون رافدین، انتصار علاوی عضو ائتلاف العراقیه گفت: سفر مالکی به آمریکا با شکست مواجه شده و اهداف اصلی محقق نشده است. وی افزود: مالکی دیداری که انتظار می‌رفت با عراقیان مقیم واشنگتن انجام دهد را لغو کرد، چرا که مورد تعرض انتقادات شدید قرار گرفت. علاوه بر این، در مقابل کاخ سفید نیز علیه سیاست‌های فعلی مالکی تظاهرات برگزار شد.